مراسم افتتاحیه‌ای که چهره‌های سرشناس سینمای ایران، مدیران وزارت ارشاد و جمعی از سینماگران خارجی در آن حضور داشتند. به نظر میرسه علارمی که امسال ما یه مقدار نظر بودجه مشکلاتی داشتیم، اما به لطف الهی خیلی اتفاقات خوب جلو رفت. برنامه‌ریزی خیلی دقیقی کردن همکاران من در ستاد برگزاری که ما نمایش فیلم‌ها رو به خوبی داشته باشیم. جلسات پرسش پاسخ و استقبال از هنرمندان در برج میلاد رو. تالار وحدت ساعت 7 شب. کلید خوردن 31 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر تشریفات خاص خودش رو داشت. فضایی که مسئولان اجرایی جشنواره آماده کرده بودند تا هنرمندان داخل تالار شوند. من به نظرم نوآوری‌های توی مراسم افتتاحیه صورت گرفته، خیلی خوبه. اما سینماگران ما با چه امیدی به استقبال جشنواره فیلم فجر می‌روند؟ برای مخاطبین که امیدوارم که امسال جشنواره خوب برگزار بشه و برای جشنواره‌ام آرزو می‌کنم که بر مبنای برنامه‌ای که به هر حال ریخته شده همه چیز همونطور درست اجرا بشه. تنها اتفاقی که فکر کنم تمام سینما، بچه‌های سینما، تمام کسایی که کار می‌کنن در طول سال یه جا جمع میشن، فیلماشون، کارهای جدیدشون دیده میشه. محل یه دوره هم جمع میشیم که بالاخره کارهای بچه ها در طول یه سال ارزیابی بشه دیگه. همه سینما به عنوان یک رکن فرهنگی بزرگ تصمیم گیرنده است. به نظر من خوب بوده جشنواره تا الانش که عالی برگزار شد. پارسال هم خیلی خوب بود، امسال هم به خوبی. پارسال بخش پایانی افتتاحیه 31 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر هم اختصاص به بزرگداشت و نکوداشت جمشید مشایخی، مهری شیرازی، جهانگیر الماسی و نادر طالب‌زاده داشت. اولین باره شاید مورد تشویق بزرگان قرار گرفت.